سرخط خبرها، وضعیت در حال وخیم شدن است. طالبان شمال را هضم کردن نتوانستند. یک فرمانده قطعه سرخ طالبان در پنجشیر کشته شد. جبهه مقاومت بغلان به نشست انقره. در برابر طالبان مقاومت مؤثر است، نه عذرخواهی. واکنش امر بن معروف طالبان به سخنان رئیس جمهور پیشین. کرزی زنهای دیگران را آزاد گذاشت، اما همسر خودش آزاد نبود. مرد در سمنگان زنش را کشت و دو کودکش را زخمی کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. مرد در سمنگان زنش را کشت و دو کودکش را زخمی کرد. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت سمنگان گفتند که یک مرد در این ولایت همسرش را کشته و دو کودکش را زخمی کرده است. خبرگزاری باختر به نقل از مسئولان در قماندانی امنی سمنگان روز شنبه 1 جوزا گزارش داده که جمعه شب یک مرد همسرش را در سایه از مربوطات شهر ایبیک مرکز ولایت سمنگان با ضرب چاقو کشته است. افزون بر این، قاتل دو کودکش را نیز زخمی کرده است. به گفته منابع، قاتل پس از رویداد از ساحه فرار کرده است. انگیزه این قتل مشخص نیست. واکنش امر بن معروف طالبان به سخنان رئیس جمهور پیشی. کرزی زنهای دیگران را آزاد گذاشت، اما همسر خودش آزاد نبود. وزارت امر بن معروف طالبان در واکنش به سخنان اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، مبنی بر اینکه مرجیان زن مجبور نیستند و نباید از دستورات طالبان پیروی کنند، گفته است که کرزی در 20 سال گذشته زنها را به خاطر دلخوشی خارجی ها آزاد گذاشت، در حالی که همسر خودش چنین آزادی نداشت. وزارت امر بن معروف طالبان همچنان گفته که سخنان کرزی در مورد حجاب قابل تبصره نیست، زیرا به باور این وزارت حجاب یک حکم الهی است و به خاطر وقار زنان لازمی است. حامد کرزی در تازه ترین مصاحبهش با تلویزیون CNN گفته که مرجیان زن در شبکه های تلویزیونی مجبور نیستند و نباید از دستورات طالبان اطاعت کنند. جبهه مقاومت بغلان به نشست انقره. در برابر طالبان مقاومت مؤثر است، نه عذرخواهی. پس از نشر خبرها در مورد نشست انقره و تشکیل شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، جبهات مقاومت ملی در اندراب از چگونگی برخورد برگزار کنندگان این نشست با طالبان به شدت انتقاد کرده و گفتند که عذرخواهی و سیاست بازی با کلمات دیگر مؤثر نیست. جبهات مقاومت ملی اندراب، خوست، نهرین، خنجان و طاله و برفک در اعلامیه روز جمعه 30 ثور گفتند که نشست انقره به جای پاسداری از شهدا و مقاومت در برابر طالبان از عذرخواهی پیش آمده است. در اعلامیه گفته شده است که برگزار کنندگان نشست انقره حرف روشن درباره آینده افغانستان نداشتند. جبهات مقاومت در بغلان گفتند تنها رای وادا داشتن طالبان برای تمکین و اراده مردم افغانستان مقاومت بدون عذر است. سیاست بازی و بازی با کلمات فقط ذهن مردم را به انحراف کشانیده و شمشیر ظلم طالبان را تیزتر می کند. این جبهات از برگزار کنندگان این نشست می خواهند که اگر اراده و توانایی دارند، صادقانه به میدان بیایند و از مردم افغانستان دفاع کنند. در غیر این صورت، بر زخم مردم که در مبارزه نفسگیر با طالبانند نمک پاش نداده و فضا را مشخوش نکنند. این جبهات گفتند تا زمانی که موقف شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان درباره آینده کشور و نوع نظام سیاسی مشخص نشود، نه تنها به آن نمی پیوندند، بلکه آن را فرصت سوزی و خلق آجندای جانبی در مسیر استادگی مردم در برابر طالبان می دانند.
یک فرمانده قطعه سرخ طالبان در پنجشیر کشته شد. به نقل از خبرگزاری اشت صبح، منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که یک فرمانده قطعه سرخ طالبان در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت کشته شده است. به گفته منابع، این فرمانده قطعه سرخ طالبان روز جمعه 30 ثور در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر به قتل رسیده است. منابع تصریح میکنند که این فرد مولوی غاویر نام داشت. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. وضعیت در حال وخیم شدن است. طالبان شمال را هضم کردن نتوانستند. به نقل از خبرگزاری آماید نیوز، سراسیمگی طالبان در پنجشیر. آیا لشکر تازه جنگجویان جنوب کارساز است؟ پس از روزها درگیری خونین و گزارش شکنجه و کشتار غیر نظامیان از سوی طالبان در پنجشیر، مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان به این ولایت رفته، از شکست مقاومتگران سخن زده و مردم را به همکاری با امارات گروه طالبان فراخوانده است. یک فرمانده مقاومتی می گوید که مولا یعقوب به دنبال راه اندازی یک جنگ روانی برای جبران شکست های چند روز اخیر است. او بدین باور است که وزیر دفاع طالبان تلاش خواهد کرد که جنگ را بومی ساخته و از سنگینی آن از شانه های طالبان پشتون بکاهد، اما به گفته او این کار ناممکن است. یک منبع طالبان محلی با آماید نیوز میگوید که وقت روحیه همکاری مردم در پنجشیر نیست. هنگامی که طالبان جنوب با زبان و فرهنگ باشندگان محل آشنا نیستند و وقت سنگ و چوب پنجشیر در ضدیت با تفکر اشغال نیروی غیر بومی است، پیروزی جنگ مشکل به نظر می رسد. اما یک فرمانده جنگی مقاومت در پنجشیر می گوید که طالبان با تمام قوت از آسمان و زمین عملیات اجرا کردند، اما با شکست روبرو شدند. شکستی که به باور او روحیه جنگجویان طالب را شکسته و انگیزه مقاومتگران را بالا برده است. این فرمانده مقاومتی می افزاید که در جنگ روحیه و انگیزه نقش فوق‌العاده ای دارد، چیزی که به گفته ای او در جنگجویان طالب دیده نمی شود. فرمانده محلی طالبان نیز می پذیرد که انگیزه لازم برای جنگیدن در میان طالب غیر بومی وجود ندارد. آنها نمی دانند که به خاطر چی و روی چی هدف به پنجشیر آمده و می جنگند. از سوی دیگر فرمانده مقاومتی اضافه کرده است که طالبان در جنگ اولشان در ولسوالی شتل با تلفات سنگین شکست خوردند، تا اینکه در روستای حصارک ولسوالی روخن نیز با تلفات مجبور به عقب نشینی شدند و تا لشکرکشی چندین هزار نفریشان که با کشته شدن معاون قلوردوی طالبان و پیوستن فرمانده ملک به مقاومتگران ادامه یافت. این فرمانده جنگی جبهه مقاومت میگوید که دیگر روحیه در میان جنگجویان طالب وجود ندارد و رفتن وزیر دفاعشان نیست دستاوردهایی نخواهد داشت. به گفته او، مردم، کوها و دره‌ها همیشه در اختیار ما و حامی ما خواهند ماند. با وجود اینکه طالبان به رسانه‌ها و نهادهای جهانی اجازه ورود به پنجشیر را نمی‌دهند و از تلفاتشان نیز در این ولایت چیزی نمی‌گویند، اما نشی ویدیوها و عکس‌های کشته شده‌های طالب جنوب به خوبی حکایت از واقعیت جنگ در پنجشیر می‌کند. فرمانده محلی طالبان میگوید که آمار تلفات خیلی بالاست، اما به دلیل ایجاد نشدن انگیزه بیشتر برای مقاومتگران و ختم روحیه جنگی طالبان، نمیخواهند آمار کشته شده ها را نشر کنند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.